سرخط خبرها. ادامه اعتراض ها در لندن، این بار اما دست راستی ها. پلیس با تجمع کنندگان درگیر شد. اواسط خرداد تقریبا که نگاه میکنیم این مراعات ها خیلی کم شده، از 80%. وضعیت قرمز شیوع کرونا در 4 استان ایران. رئیس جمهوری میگوید فقط 20% مردم مقررات بهداشتی را رعایت میکنند. بحران بی پایان مدیریت در فدراسیون فوتبال ایران. ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده سرمربی سابق تیم ملی. و دومین شب پیاپی پر التهاب در بیروت. لبنانی ها در اعتراض به وضعیت معیشت دوباره به خیابان آمدند. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. در لندن با وجود محدودیت‌های گسترده، تجمع‌های مختلفی در حال برگزاری است. پلیس لندن گفته گروه‌های در مخالفت با نژادپرستی و همچنین گروه‌های با گرایش‌های محافظه‌کارانه قرار است در نقاط مختلف پایتخت بریتانیا جمع شوند. اینها تصاویری است از مرکز لندن. گروه‌های دست راستی گفتند هدفشان از تجمع و برگزاری تجمع محافظت از مجسمه‌های تاریخی بریتانیا است. پیش از این پلیس اعلام کرده بود این تجمعات باید از قبل از ساعت 5 عصر به وقت محلی به پایان برسد. البته الان تصاویر زنده‌ای که داشتیم خیلی نشون نمیده این تجمعها رو، ولی همچنان در حال افزایش هست حضور مردم در خیابان. اینجا در استودیو همکارم امید پارسا نژاد با ماست. امید، به نظر میاد که همطور که پلیس اعلام کرده امروز دو دسته در خیابان هستند. بیشتر در مورد اینکه این هر کدوم این گروه ها به چه دلیلی به خیابان آمدند بهمون بگو. اون دسته اول که در واقع معترضان به نژادپرستی هستن، چند هفته است الان در حال تظاهرات و اعتراض هستن. همونطور که میدونید بعد از اتفاقی که در آمریکا افتاد و به مرگ جورج فلوید، یک فرد سیاه‌پوستی که در بازداشت پلیس بود، منجر شد، این اعتراضات علیه نژادپرستی در سراسر جهان در حال جریان هست. از جمله در بریتانیا چندین تظاهرات بزرگ برگزار شده. پلیس و مقامات شهری و مقامات دولتی اینجا گفتند که اکثر قریب به اتفاق تظاهر کنندگانی که در این اعتراض ها حضور داشتند از روش‌های مسالمت جویانه استفاده کردند، ولی مواردی بوده که درگیری بین پلیس و این تظاهر کنندگانی که خواستند مثلا به دفتر نخست وزیر بریتانیا نزدیک بشن یا بعضی از یادمان‌های عمومی رو آسیب بزنن پیش آمده. امروز گروه‌های راستگرا که مخالف روش‌هایی هستند که بعضی از تظاهرکنندگان در هفته‌های اخیر به کار گرفتن، هم گفتن که به خیابان میان. به همین دلیل امروز قرار بود که تظاهرات بزرگ به دعوت سازمان‌های مخالف نژادپرستی در لندن برگزار بشه. از جمله سازمان جان سیاه‌پوستان هم مهم است، Black Lives Matter، که اونا تظاهرات امروزشون رو لغو کردن، منتقل کردن به دیروز و از هوادارانشون خواستن که امروز به خیابون نیان به دلیل اینکه راستگراها همینو میخوان به گفته اونها که درگیری ایجاد کنن و باید پرهیز کنن از چنین درگیری ها و خشونت هایی. ولی با وجود این به نظر میاد یه تعدادی از کسانی که مخالف نژادپرستی هستن هم امروز به خیابان آمدن، یه تعدادی هم از راستگراها به خیابان آمدن. پلیس از دیشب هشدار داده بود، گفته بود اولا که به دلیل قوانینی که مربوط به کنترل بیماری کرونا هست ممنوع تجمع‌های بزرگ، بنابراین این کار خلاف قانون هست، ولی در این حال گفته بود که حالا اگر هم به خیابان میان حتما تا قبل از 5 بعد از ظهر باید خیابونا رو ترک کنن و حتما باید در همون مسیرهایی که از قبل اعلام کردن که جدا هست، یعنی طرفداران در واقع راستگراها و مخالفان نژادپرستی در دو منطقه جدا قرار بود که تظاهر کنن که به هم نزدیک نشن. و چقدر اظهار نظرهای مقامهای سیاسی، مقامهای ارشد سیاسی در بریتانیا باعث این اختلاف نظر در میان مردم این کشور، حالا اگر اختلاف نظر عمده وجود داشته باشه، شده چقدر طبیعی است چنین چیزی؟ ببینید، چند روز پیش در بریستول مخالفان نژادپرستی یک مجسمه رو کشیدن پایین و به آب انداختن که
مربوط بود به یه شخصیتی که در بریستول شهرتی داشت از مال قرنهای پیش و آدمی بود که شهرت داشت به اینکه از یه طرف آدم خیری بوده و خیلی خدمت کرده به شهر، از طرف دیگه خانه خودش و خانوادهش برده دار بودن و برده داریم و برده فروش بودن. از سالها پیش این اعتراض به این در واقع مجسمه جریان داشت، نامه های نوشته شده بود، درخواست شده بود که مجسمه رو منتقل کنن به موزه از خیابون بردارن، ولی این اتفاق نیفتاده بود و وقتی که این اعتراض ها شروع شد اون مجسمه رو تظاهر کننده ها کشتن پایین اتاقم به آب و این خیلی بحث ایجاد کرده الان در بریتانیا. یه عده‌ای معتقدن که چنین مجسمه هایی رو نباید در خیابان ها گذاشت به دلیل اینکه این به معنی یه جور تجلیل از اینها هست و اگر هم ارزش تاریخی دارن باید به موزه ها منتقل بشن یا حداقل روی پلاک هایی که کنار این مجسمه ها گذاشته میشه اون نقاط تاریک زندگی اونها هم نوشته بشه. یه عده دیگه ای معتقدن که اینا بخشی از تاریخ و بخشی از هویت این کشور هستن، انکار نباید بشن، باید باشن در خیابان ها، ولی اونها هم عمدتا موافقن که جنبه های مثبت و منفی زندگیشون باشه. متشکرم امید پارسانژاد و بعد بگم در برنامه 60 دقیقه هم در این مورد بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در یک ماه گذشته مردم در رعایت اصول بهداشتی به شدت سهل‌انگاری کردند. در این حال اما اعلام شده محدودیت فعالیت تالارهای پذیرایی، کتابخانه‌های عمومی و قهوه‌خانه‌ها کاهش یافته و این مکان‌ها با 50% ظرفیت بازگشایی می‌شوند. این در حالی است که همچنان کارشناسان درباره موج دوم کرونا در کشور ابراز نگرانی می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش مجید افشار. فاصله اجتماعی که اصلاً رعایت نمی‌کنند. بیشترشون هم بدون ماسک و دستکش و اینا سوار میشه. مواردی از جدی نگرفتن اصول بهداشتی و توصیه های کارشناسان در ایران در یک ماه اخیر. ظاهرا همه چیز برای مردم کم و بیش عادی شده. ما دیگه از اون گذشته آخر خطی ما خبری نیست. یعنی همه با هم پیوند برقرار کنیم. چیزی که امروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا حسن روحانی را هم به گلایه واداشت. او گفت گزارش هایی که دریافت کرده نشان می دهد تنها در حال حاضر 20% مردم پروتکل ها را رعایت می کنند، در حالی که این عدد یک ماه پیش 80% بوده. در بعضی از جاهایی شرایط مناسبی نبوده. در حرم رضوی که خب البته اونجا جمعیت بیشتره، هجوم بیشتره، معلومه با همه جا متفاوته، اونجا باید کار بیشتری بشه. گزارش های امیدوار کننده ای نبود. فاصله ها، ماسک، تشکیل نماز جماعت، رعایت نکردن اصول بهداشتی و حتی وضعیت قرمز چندین استان هم دولت آقای روحانی را قانع نکرده که برای بازگشایی اماکن عمومی کمی بیشتر صبر کند. دولت او نگرانی های دیگری هم دارد. نرخ بالای بیکاری، تورم و رکودی که پیش از شیوع کرونا هم دامن کشور را گرفته بود. در چارچوبی که امروز مسبب شده، نمایشگاه تخصصی میتونه باشه. تالار پذیرایی در جایی که قرمز نیست میتونیم ما داشته باشیم. تو چارچوبی که مسبب میشه، حتما باید 50% ظرفیت بیشتر افراد در اونجا ورود پیدا نکنن، ولی اینها میتونه باز شه. کتابخونه های عمومی میتونه فعالیت خودش شروع بکنه، قهوه خونه ها میتونه در چارچوب پروتکل هایی که بهشون ابلاغ میشه فعالیت خودشون رو آغاز بکنن. همزمان اما هشدار به مردم که اگر شیوع دوباره بالا بگیرد شرایط به حالت گذشته برخواهد گشت. اگه مجبور شیم ناچاریم این کارو بکنیم. اگر سلامت مردم در یه استانی به خطر بیفته، در یه شهرستانی به خطر بیفته، ناچاریم همون محدودیت‌های هفته‌های اول فروردین دو مرتبه ایجاد بکنیم. با عرض تأسف در طول 24 ساعت گذشته 71 بیمار کووید 19 جان خودشون را از دست دادن. نشانی اما از کاهش شیوع و ابتلا نیست. تعداد مرگ و میر در هفته گذشته کم و بیش ثابت مانده و شیوع ویروس همچنان ادامه دارد. اما استانهایی که در وضعیت قرمز هستند، خوزستان، خراسان رضوی، هرمزگان و بوشهر می باشند. برخی از استانداران که امروز حسن روحانی بعد از مدت‌ها کشمکش با واگذاری اختیارات به مقام‌های اجرایی استان‌ها برای مقابله با بحران کرونا هم موافقت کرد. تصمیمی که شاید با توجه به تفاوت شرایط استان‌ها باید زودتر از این انجام می‌شد.
دوراهی کاهش تدریجی محدودیت‌ها یا نگه داشتن آنها گزینه‌ای است که امروز پیش پای تمامی دولت‌هاست. گزینه‌ای که انتخاب و اجرای صحیح آن می‌تواند برای مردم به معنای مرگ و زندگی باشد. مجید افشار، بی بی سی. 11 منطقه مسکونی و یک بازار محلی در جنوب پکن به شکل ویژه‌ای قرنطینه شدند. مقام‌های چینی می‌گویند موارد جدید ابتلا به کرونا در این مناطق دیده شده است. در روزهای اخیر حدود 40 مورد جدید کرونا در پکن شناسایی شده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. وحشت از بازگشت موج دوم کرونا موجب شد تا در چین به این شکل بخش‌هایی از شهر پکن از باقی شهر جدا شوند. در حال حاضر رفت و آمد به 11 محله مسکونی شهر ممنوع شده و از اهالی این محله ها نیز خواسته شده تا از خانه هایشان خارج نشوند. اینجا هم یک بازار محلی است که وضعیت مشابهی پیدا کرده. چین میگوید که در مهار کرونا موفق بوده، اما در روزهای اخیر بار دیگر مواردی از ابتلا به بیماری کووید 19 در پکن دیده شده. یکی از کسانی که کرونا گرفته از کارکنان این بازار بوده و در هفته های اخیر از شهر خارج نشده. موارد جدید در حالی گزارش شدند که چین در تلاش است تا گام به گام شرایط را به حالت عادی بازگرداند، اما همچنان نگرانی از ابتلا به کرونا در میان مردم وجود دارد و تدابیری مثل فاصله گذاری اجتماعی یا پوشیدن ماسک هم برقرار است، تدابیری که هنوز در برخی مناطق جهان جدی گرفته نمی شود. اینجا شهر ریدوژانیرو برزیل است، کشوری که روز شنبه به دومین قربانگاه کرونا در دنیا بعد از آمریکا تبدیل شد. برزیل از نظر تعداد مبتلایان هم در دنیا دوم است، با بیش از 800 هزار مورد ابتلا به کرونا و نزدیک به 42 هزار کشته. به رغم این وضعیت، با اصرار جایر بولسانورو، رئیس جمهوری برزیل، نه تنها از محدودیت‌های بیشتر خبری نیست، بلکه برخی محدودیت‌های قبلی هم کمتر شده. در ژاپن هم از محدودیت‌ها کاسته شده، اما در زمانی که سرعت شیوع کرونا کاسته شده. در ژاپن در یک ماه گذشته روزانه کمتر از 50 بیمار جدید شناسایی شدند و حالا بعد از 3 ماه به شهروندان اجازه داده شده که در خیابان محله معروف گینزا در توکیو قدم بزنند، جایی که بهشت پیاده‌روی توصیف شده و قلب فروشگاه‌های لوکس این شهر است. در اروپا هم مسئله کلیدی این روزها بازگشایی مرزهاست. لهستان از امروز مرزهایش را به روی شهروندان اتحادیه اروپا باز کرد. تصمیمی که پیشتر توسط ایتالیا، بلغارستان و مجارستان اجرا شده و بلژیک و فرانسه و یونان هم از روز دوشنبه به آن خواهند پیوست. کیوان حسینی، بی بی سی. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان مدعی شده طالبان در 2 هفته گذشته 89 غیر نظامی را کشته و 150 تن دیگر را زخمی کرده. این دفتر میگوید تلاش‌های صلح نسبت به گذشته در این کشور بیشتر شده و به همین دلیل انتظار می‌رود خشونت‌ها هم متوقف شود. طالبان این ادعا را رد کرده و گفتند افراد این گروه غیر نظامیان را هدف قرار ندادند. از طرفی منابعی در دولت میگویند مذاکرات بین دو طرف تا 10 روز دیگر در دوحه قطر آغاز خواهد شد. جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان از کابل با ما هستند. آقای مهدوی، با توجه به ادامه نسبی خشونت‌ها، به نظرتون مذاکرات بین دولت و طالبان آیا ممکنه که به همین زودی که گفته شده تا 10 روز دیگه آغاز بشه؟ فعلا در تمام انیروهای سیاسی در داخل افغانستان و به حال ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی همه از یک موضوع صحبت میکنه و اویست که هر چه زودتر باید گفتگوهای بین الافغانی یا مذاکرات صلح باید آغاز شود و با توجه به موضع‌گیری های مقامات رسمی افغانستان، به عنوان مثال رئیس جمهور افغانستان دیروز صراحتاً گفتند که تا 1 هفته دیگر 2000 اسیر باقی‌مانده طالبان را هم آزاد میکنه و گویا طالبان هم اظهار خوشبینی کردند که به محض تکمیل شدن 5000 زندانی اونا حاضر هستند که در طول 1 هفته سر میز مذاکره حاضر شوند. قرار گزارش هایی که ما داریم بین 1 هفته و احتمالاً تا 10 روز اولین نشست میان هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه قطر و یا احتمال قوی تر از طریق ویدیو کنفرانس
برگزار میشه. سه ماه این روند طول کشیده تا طرف ها حاضر بشند به اینکه تن بدن به شرایط یک دیگر. چطور ممکنه در یک هفته این درخواست ها تکمیل بشه، از جمله آزادی 5000 زندانی اونطور که طالبان گفتند؟ و اولا اینکه بیش از 3000 زندانی طالبان آزاد شدند. موضوع دوم است که ایالات متحده آمریکا و مخصوصا شخص آقای ترامپ برای پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ماه نوامبر به ای برگه برنده خودش در افغانستان، یعنی مذاکره با طالبان و نهایتاً به صلح و خروج بخش قابل توجهی از نیروهای آمریکایی ضرورت داره. آقای ترامپ ضرورت داره در انتخابات آینده نشان بده که توانسته طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ تاریخ آمریکا رو که جنگ افغانستان باشه خاتمه داده و سربازان آمریکا را به خانه‌هایشان برگردانه. به این خاطر قبل از همه آقای ترامپ بسیار سر از این موضوع اصرار داره. و نکته دومی است که در آخرین نظرسنجی ها تقریبا 90% مردم افغانستان طرفدار صلح هست. و نکته سومی است که برای اولین بار در طول حداقل دو دهه اخیر در افغانستان مجموع قدرت های منطقه، کشورهای همسایه و قدرت های جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، ایران، پاکستان، عربستان، کشورهای آسیای میانه، هند و مجموعی از کشورها از پروسه صلح افغانستان اعلام حمایت کردند. و من فکر میکنم مجموع نیروهای سیاسی و داخلی در جهت حمایت از پروسه صلح قرار داره. به هر حال مشکلاتی که وجود داره، متاسفانه خشونت ها کاهش پیدا نکرده باشه، موازی گاهن شورای امنیت افغانستان میگیره و گاهن طالبان میگیره، فکر میکنم با هدف کاهش توقعات طرف مقابل سر میز مذاکره است. بله. تمامی نیروها یک نقطه متمرکز شده و او است که پروسه صلح افغانستان باید به نتیجه برسه و گفتگوها و مذاکرات هرچه عاجل آغاز شود. متشکرم. جعفر مهدوی، دبیر کل حزب ملت افغانستان در کابل با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. تجمع معترضان دست راستی در لندن به کشمکش با پلیس کشید. همزمان با وضعیت قرمز شیوع کرونا در 4 استان ایران، رئیس جمهوری از بازگشایی بعضی اماکن عمومی در مناطقی گفته که در وضعیت سفید هستند. بحران در فدراسیون فوتبال ایران ادامه دارد. فیفا همچنان مشغول بررسی اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران است و در همین حال شایعه شده که از امروز علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون به عنوان سرپرست در این نهاد فعال خواهد شد. نماینده فریمان سرخس در مجلس ایران بازگشت کفاشیان را غیرقانونی و توهین به افکار عمومی خوانده است. همچنین در تحولی دیگر مربوط به فدراسیون فوتبال ایران، سازمان بازرسی کل امور ورزش و جوانان اعلام کرده پرونده قرارداد مارک ویلموتس در مربی سابق بلژیکی را فوراً بررسی خواهد کرد. پوریا ژافره همکارم اینجا در استودیو با ماست. پوریا، از فدراسیون شروع کنیم. فیفا فعلا در حال بررسی اساسنامه است. اصلا میشه به صورت قانونی سرپرست رو عوض کرد؟ بحثی که الان مطرحه اینه که توی دی ماه سال گذشته وقتی که مهدی تاج به خاطر بیماریایی که پیدا کرده بود استعفا داد، از ریاست فدراسیون کنار رفت، طبق قانون اون موقع یکی از نایب رئیس ها باید می اومد که سرپرستی فدراسیون رو به عهده می گرفت. توی اون مقطع اینجور که مشخصه علی کفاشیان به خاطر اون پرونده فروش غیرقانونی حق پخش مسابقه های تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی، چون که 5 سال محروم شده بود به عنوان نایب رئیس اول، نمیتونست بیاد جای مهدی تاج رو بگیره، در اون مقطع محروم بود. الان استدلال علی کفاشیان اینه که اون محرومیت 5 ساله من به 1 سال تبدیل شده، این 1 سال تموم شده و بنابراین من بعد در اون مقطع می اومدم به جای رئیسی که استعفا داده بود سرپرست می شدم و الان سرپرست فعلی بعد بره کنار، من بیام سر جاش. حالا بحث سر اینه که تو فدراسیون دو گروه وجود دارن. یه عده هستن که میگن که آقای کفاشیان وقتی که این پرونده بیرون اومد خودش استعفا داده، اومده گفته که من با فوتبال کار دیگه ای ندارم، و گروه دیگه هم هستن که میگن که این استعفا هیچ جا مکتوب نشده. فیفا هم داره از
طرف دیگه نگاه میکنه تمام این دعواها داره اتفاق میفته داخل فدراسیون، اون جنگ قدرتی که هستش واسه صندلیای ریاست. اما اگر که مشکلی داشته باشه اساسنامه ایران که فیفا داره بررسی میکنه، اصلا همه اینا علی سویه است و بعد کمیته انتقالی تشکیل بدن، فرقی هم واسه شون نمیکنه که کی اونجا به عنوان سرپرست باشه. قرارداد مارک ویلموت هم الان با فدراسیون فوتبال ایران قرار سازمان بازرسی در این قرارداد ورود کنه، بیشتر بهمون بگو. این قرارداد عجیب و غریبیه. توی این چند روز گذشته از موقعی که مهدی تاج با برنامه 23 شبکه 2 مصاحبه کرد، بعدم در برنامه فوتبال برتر شبکه 3 اومدن، یه برنامه دیگه هم هست به اسم ورزشگاه در شبکه 5، تیکه های مختلف این قرارداد به خصوص قسمتی که مربوط به پرداختی های هستش که بعد به این مربی بلژیکی انجام می شده رو اومدن مطرح کردن. ما خوشبختانه الان کل قرارداد بی بی سی فارسی داره، اینا صفحات مختلفی بوده ولیکن هر 10 صفحه شما الان داریم. توی برنامه 60 دقیقه امروز هم بیشتر بهش خواهیم پرداخت، میایم با جزئیات به بند بندش نگاه میکنیم. ولی که مشکل اینجاست که یک سری بندهای عجیب و غریب توی این قرارداد هست، از جمله مثلا اینکه مالیات نده ایشون و مالیات کلش به عهده فدراسیون فوتبال باشه. تصور بکن که یه نفر تو ایران داره کار میکنه، اون هم با یه همچین حقوق بالایی و هیچ مالیاتی هم پرداخت نمیکنه. یعنی که ما الان تو دورانی هستیم که داریم میبینیم که چقدر وضعیت معیشتی و اینا مشکل ساز شده واسه بعضی ها، و وقتی که مردم ببینن که یه همچین درآمدی رو کسی داره دریافت میکنه و هیچی هم به ایران نمیرسه در قبال مالیات، واقعا ناراحت کننده است. و نکته های دیگه ای هم که داره اصلا جزئیات عجیب غریبیه در مورد بلیط های فرست کلاس هواپیما، هتل های 5 ستاره و 4 ستاره که در مقاطع همه این هزینه ها رو فدراسیون فوتبال باید بیاد بذاره رو هم دیگه پرداخت بکنه، و وقتی که اینا رو جمع میکنین یک عدد عجیب و غریب میشه. متشکرم از پوریا شافره اینجا در استودیو. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. وزارت صحت افغانستان از شناسایی 556 مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور و مرگ 5 بیمار در شبانه روز گذشته خبر داد. در این مدت در ولایت هرات به خاطر در دسترس نبودن کیت‌های آزمایش تستی انجام نشده، اما مسئولان محلی گفتند 14 بیمار که علائم شبیه کووید 19 داشتند جان باختند. بر اساس آمار رسمی تاکنون بیش از 24000 نفر در افغانستان به کرونا مبتلا شده و از این میان 451 بیمار درگذشتند. وزارت خارجه ایران سفیر افغانستان را برای آنچه اقدامات اهانت‌آمیز و تعرض به اماکن دیپلماتیکش خوانده احضار کرده. در پی کشته شدن چند مهاجر افغان در ایران گفته شد معترضانی در افغانستان پرچم ایران را آتش زده و به ساختمان سفارت و کنسولگری های این کشور آسیب رساندند. پیشتر افغانستان از اعزام هیئت بلندپایه به ایران برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین حوادثی خبر داده بود. در حالی که اعتراض‌ها به بدرفتاری نژادی در آمریکا ادامه دارد، دونالد ترامپ اعلام کرده گردهمایی انتخاباتیش در شهر تالسا در ایالت اوکلاهاما را یک روز به عقب می‌اندازد. تاریخ قبلی برگزاری این گردهمایی با جشن روز پایان بردهداری در آمریکا همزمان شده بود و به همین خاطر مورد انتقاد قرار گرفته بود. انتخاب شهر تالسا هم جنجال برانگیز بوده، چرا که حدود 100 سال پیش نزدیک به 300 سیاه‌پوست آمریکایی در این شهر توسط یک گروه سفیدپوست قتل عام شدند. دولت استرالیا از اینکه یک شهروندش در چین به اعدام محکوم شده ابراز تأسف کرده. نام این شخص به طور رسمی اعلام نشده، اما گفته شده 7 سال پیش به اتهام حمل بیش از 7 کیلوگرم مواد مخدر در فرودگاه پکن دستگیر شده. این در حالی است که روابط دیپلماتیک دو کشور بر سر بحران شیوع کرونا شدیداً محدود شده. در آمریکا بیش از 115000 نفر جانشان را در پی ابتلا به کرونا از دست دادند. تعداد موارد جدید ابتلا و بستری در بیمارستان‌ها هم در هفته‌های اخیر در بعضی ایالت‌ها رو به افزایش بوده. در ادامه روایت تجربه شخصی از کووید 19، یک پزشک ایرانی در نیویورک به خبرنگار ما بهمن کلباسی از مشاهداتش در روزهای اوج مراجعات مبتلایان گفته. تناز ایران پور هستم، پزشک داخلی در یک از بیمارستان‌های شمال نیویورک. تجربه که من از بیماری ویروس کرونا داشتم توی حدود 2 ماهی که میگذره، تعداد بیماری که میومدن خیلی زیاد بود و شدت بیماری خیلی زیاد بود، اینه که ما نمیدونستیم چه اتفاقی برای بیمارمون داره میفته، اما پله پله داشتیم یاد میگرفتیم. اولین تصوری که داشتیم این بود که مشکل تنفسیه، میذارمش روی دستگاه تنفس تا بهتر میشن،
ولی مشکل کبد بود، کلی از کار میافتاد، لخته مینداختن جای مختلف بدنشون و همه اینا میزان مرگ و میر رو زیادتر میکرد. مریضا توی بعضی وقتا تو 5 6 ساعت جلوی چشممون رسما میمردن. چیزی که بود این بود که ما مریضام تنها داشتن میمردن و دردناک بود. بخاطر همین ما شدیم غمخوار مریضا و خانواده مریضامون و اونا شدن پشتوانه و حمایت کننده ما. با وجود اینکه بیشتر وقت زنگ میزدیم به خانواده بیمارا، خبر خوب نداشتیم که بهشون بدیم، ولی آخرش بعد از اینکه گریه میکردن از همون تشکر میکردن، بخاطر اینکه ما توی بیمارستان داریم بهشون از عزیزانشون مراقبت میکنیم. کار دیگه که خیلی از کار درمانی شروع کردن و انجام دادن بود که ما سعی کردیم مکالمه تصویری داشته باشیم با خانواده ها و حتی اگه مریضم کاملا فراموش شدید داره یا اینکه خیلی مشکل داره و من وایستادم و بهش دارم دارو میدم که میزان زجر تنفسیش رو کم کنه، دیدن تصویر عزیزانش یا حتی شنیدن صدایی که ممکنه یکم براش آشنا باشه اون مرحله از زندگی رو که دردناکه براشون راحت تر میکرد و این چیزی بود که فکر کنم به همه ماها آرامش داد. چیز دیگه که توی بیمارستان به ماها کمک میکرد بود که ما همکار ایرانی زیاد داریم و خوب بود. یه روز یکی باقلاب رو میابرد، یه روز یکی میرفت سبزه میخرید، سبزه عیدش رو تقسیم میکرد با بقیه، نون خودچی رو میابرد، یکی عید بود بالاخره و اینا همش جوکای ایرانی میگفتیم برای هم دیگه و اینا همش کمک میکرد به اینکه هنوز سرپا وایسیم بریم مریضا رو ببینیم. مردم داشتن یه توی بیمارستان میمردن، یعنی ما تو سیستم پیجر بیمارستان هر 5 دقیقه بار یکی عرصه ایست قلبی تنفسی میکرد. وحشتناک بود. یعنی وقتی میگفتن که مثل جنگه، واقعا مثل جنگ بود. با کسی میجنگیدیم که نمیدونیم چیه. ما فقط آدمای پیر نمیدیدیم که مریض باشن. درسته که کسی که پیرتره، کسی که مرض قند داره، فشار خون داره، اینا بیشتر در مرز این هستن که بیماری شدیدتر بگیرن، ولی ما بیماران جوان داشتیم. 30 ساله که بیماری ویروس کرونا گرفته بودن و اومدن الان با ایست قلبی تنفسی. و به خاطر همین وقتی که من میرم بیرون میبینم که خیلی آدما مراقبت نمی کنن، فاصله اجتماعی نمیذارن، ماسک نمی پوشن، اینا برای من قابل قبول نیست و بعضی وقتا میخوام بهشون بگم ببین تو ممکنه خیلی مریض شی یا بقیه رو مریض کنی، تو ماسک تو بپوش یا یعنی اینکه فاصله اجتماعی تو رعایت کن. ما قسمت وحشتناکش رو دیدیم و به خاطر همین برای من دردناکی و قابل قبول نیست که اینا مردم نمی پوشن و مراقبت نمی کنن از خودشون. و البته باید عذرخواهی بکنم که گزارش هم داشتیم در مورد لبنان که در سرخط خبرها بهش اشاره کردیم، ولی به دلیل کمبود وقت نتونستیم این گزارش رو پخش کنیم. در بخش‌های بعدی خبر در برنامه‌های امروز این گزارش رو خواهیم داشت. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که با بی‌بی‌سی فارسی همراهید.